به نام خدا، تو این مبحث آموزشی میخواین نحوه مدل کردن این نوع دیوار رو در نرم افزار رویت توضیح بدیم. خیلی خوب، من این تصویر رو یه مدار زوم میکنم. ببینید الان شکلی که ما اینجا داریم شکلی که حالت متقارن داره. ببینید من اینجا یک شکل رو ترسیم کنم. ببینید مربع رو من اینجا ترسیم میکنم به این صورت. ببینید دقیقا همین شکل به صورت مربع تکرار شده تو قسمت های دیگه تا این دیوار رو تشکیل داده. ما این فاصله رو حدودی در نظر میگیرم 30x30، میام داخل نرم افزار رویت، وال رو انتخاب میکنم، کرتین وال، یه دیوار رو ترسیم میکنم. ببینید با این روش میتونید هر نوع دیواری رو ترسیم کنید. خیلی خوب، طولش رو قرار میدم 3000 میلیمتر، ارتفاع رو هم تغییر میدم آن کانکتر، این رو هم 3000. حالا میتونید بیاید تو الیویشن و ارتفاع رو اینجا تغییر بدید. حالا میخواید آن کانکتد نشه، بیاید تو نمای الیویشن انتخاب کنیم 3000. دوباره دیوار رو انتخاب میکنم، میذارم همون لول 2. اوکی، خیلی خوب، میام از این دیوار رو انتخاب میکنم، ادیت تای، یه دابلیکیت ازش میگیرم، اسمش رو میذارم کلاسیک وال. خیلی خوب، اوکی میکنم. این قسمت فیکس دیستنس میخوام تقسیم بندیش کنم دیوار رو، 15 سانتی متر در 30 سانتی متر، 300 در 300. خیلی خوب، اوکی میکنم. حالا دیوار ما تقسیم بندی شد به شکل‌های مربع 30x30. خیلی خوب، حالا باید بیام و شکلی رو که ابتدای آموزش گفتم این رو ایجاد کنیم. میام از قسمت اپلیکیشن منو نیو رو انتخاب میکنم، فامیلی، اینجا هم وایت تمپلیت فامیلی وجود داره. میام نوعش رو کرتین وال پنل انتخاب میکنم، اوپن میکنم، میام تو محیط فامیلی، میام از نمای اکستریور نگاه میکنم، نمای خارجی فیکس، فاصله پایین رو مشخص میکنم اون تا که بعد مساوی باشه، این فاصله رو 3000. حالا میخوام این فاصله رو تغییر بدم، میام اینجا کلیک میکنم یک بار، این فاصله رو میذارم 50 میلیمتر یا 15 سانتی متر که 2 تا 15 میشه 30. خیلی، ارتفاع رو هم میام همینطور قرار میدم 30، انتخاب، تغییر مقدار. خیلی، حالا میام شکلی رو که اینجا دارم حدودی ترسیم میکنم. حالا دقیق نمیخوام ترسیم کنم، حدودی ترسیم میکنم. اگه خواستید خودتون میتونید دقیق ترسیم کنید. کریت رو میزنم، اکسروژن. خیلی خب، ببینید الان نکته که وجود داره، ما میایم یک مربع رو اینجا ایجاد میکنیم با فواصل مساوی از طرفین. این مربع ما دقیقا مرکز قرار گرفته. نکته که اینجا هست، ببینید من اینجا میام لاین ترسیم میکنم، حالا یه لاینی رو از اینجا تا این قسمت، مرکز این لاین، کلیک راست، مجددا کنسل، درگ میکنم به سمت راست. حالا میخوام دقیقا مربع از مرکز شروع شه. حالا من بیام مربع رو اینجا انتخاب کنم، ببینید کلیک روی مرکز، روی مرکز کلیک کنم، ببینید کنار میاندازه، میخوام از وسط شروع کنه. یه پولیگان رو انتخاب کنید، تعداد سایدش رو 4 بذارید، مرکز کلیک کنید و مربع رو ترسیم کنید. خیلی خب، تقریبا همچین شکلی. حالا من دقیق فواصل رو نمیخوام، حالا چون فاصله رو ندارم بخوام ترسیم کنم، عمقش رو قرار میدم
50 میلیمتر یا 5 سانتی متر. شکلم رو دوباره چک میکنم، ببینید با این فاصله مساوی تقریبا این وسط خالی شده. میام اینجا، همین قسمت مناسبه. خیلی با زاویه 135 من حدودی ترسیم میکنم، حالا دقیقه دقیقه شاید در نیاد، ولی خب فواصلم ببینید مساویه. یه بار دیگه کلیک کنم لاین، فاصله سی کلیک میکنم، این رو هم قرار میدم سی سی سی، اینجا هم سی، همین رو انتخاب میکنم، مای رو میکنم این سمت، هر دو رو انتخاب میکنم، مای رو میکنم سمت پایین. به این صورت. خیلی خوب، حالا میام و قسمت های کناری رو در میارم. اینجا رو ببینید، اینجا تقریبا یه منحنی داریم، خط مستقیم خط مستقیم تا این تقریبا تا این لبه. ببینید من لاین اینجا ترسیم کنم از اینجا تا اینجا، این قسمت مبنا میشه اینجا. برای بقیه قسمت ها هم به همین صورت. خب دوباره میام اینجا، یک تنگولا مربع ترسیم میکنم. خیلی خوب، این دوتا خط رو حذف میکنم، این خط رو حذف میکنم، این رو هم حذف میکنم. بیام اینجا، همچی گفتم حدودی من ترسیم میکنم. خیلی عنوان مثال اینجا، از سر فرصت خودتون دقیق ترسیم کنید. مقدار رو قرار میدم 35، 35 زیاد هست، کمتره. من لاینش رو اول ترسیم میکنم، لاین رو ترسیم میکنم، میام تا اینجا، خیلی خوب، میام تا این قسمت، خط کمکی با زاویه 45. دوباره لاین رو اینجا کلیک میکنم، میام تا اینجا این سمت، دوباره از این سمت میام تا اینجا. خیلی خطای اضافه رو حذف میکنم، این رو حذف میکنم، این رو هم حذف میکنم. یه بار دیگه شکل رو بررسی میکنم، ببینید دقیقا به چه صورت قرار گرفته. نکته که وجود داره توی نرم افزار روید، شما باید حتما خطتون بسته باشه. حالا اگه من بیام اینجا، ببینید اینجا رو باید بیام خالی کنم، مربع کامل ایجاد میکنم، بعد میام اینجا رو خالی میکنم، بکنم بهترین راه باشه. خیلی خوب، این رو حذف میکنم. بینیش رو میزنم. من کنترل زد رو میزنم، برگردم به محیط ویرایشی. خب اینو ادیت میکنم، این خطا رو حذف میکنم. حالا دلیلش رو میگم، ببینید توی شکل قبلی دقت داشته باشید وسط پر بود، حالا اینجا چون ما میخواییم وسط خالی باشه، تقریبا به این شکل. خب برمیگردم به محیط ویرایشی مجددن، کرییت اکسروژن انتخاب میکنم، میام این لبه کلیک میکنم، میارم تا اینجا. خیلی خوب، فینیش رو میزنم.
ادیت میکنم، انتخاب، ادیت اکسترژن، میام وسطش رو خالی میکنم. میخوام این شکل وسطی رو داشته باشم. ببینید بیرونی دارم ترسیم میکنم، این شکل داخلی رو میخوام داشته باشم. اینجا میام دوباره ریکتنگل رو انتخاب میکنم، اوکی، فینیش رو میزنم، میام تو نمای 3D به این صورت. حالا میام لبه های کناری رو اون شکلی که میخوام در میارم با ابزار Void. میام نمای استریو، کرییت، وید، وید اکستروژن. یه بار دیگه من شکل رو چک کنم، یه مقدار زوم کنم، اوکی، بیارم بالا به این صورت. خیلی خوب، ببینید اینجا نیم دایره رو کامل داریم ولی اینجا ربع دایره است. این هم نکته مهمیه. میام از این لبه، ببینید یه مقدار بالاتر کلیک میکنم، میارم اینجا، اگه لازم شد که دوباره تغییرش میدم. کلیک راست، کنسل، یعنی فاصله رو بیشتر میکنم، اوکی، یه مقدار خیلی کم میارم بالا، میارم این سمت. خیلی خوب، چند لحظه منتظر میشم تا مشکل برطرف بشه، اوکی، میام پایین اینجا و این سمت رو هم کلیک میکنم. خیلی خوب، اینجا این خط رو دیلیت میکنم، این رو هم به همین صورت. مودیفای، تصویر پایین، چون نیم دایره، اینجا فاصله رو بیشتر در نظر میگیرم. من شکل رو جا به جا میکنم سمت پایین، این سمت، ببینید که نصفش بیفته این سمت، ببینید نصفش میفته این سمت. اینو کلیک دیلیت میکنم. خیلی خوب، اندازه رو 20 در نظر میگیرم، برای بالایی هم به همین صورت. اینو دیلیت میکنم، برای اینم به همین صورت 20 که با هم یکی بشه. خیلی خوب، حالا میام همین رو مایرو میکنم، میاندازم این سمت، این رو هم انتخاب میکنم. اینجا خط کمکی اینجا من ندارم، یه خط کمکی ترسیم میکنم، این رو میکنم مبنای کارم، انتخاب میکنم مایرو نسبت به این، اوکی. خیلی خوب، فینیش رو میزنم، میام تو نمای 3D. ببینید تقریبا همچین شکلی میشه. خیلی خوب، یه بار دیگه من شکل رو چک کنم. حالا لود میکنم داخل پروژه. قبل از اون سیف میکنم فایل رو، یه سیف از میگیرم، یه پارامتر متریال هم براش تعریف میکنم که خواستم متریال بدم به مشکل نخورم. خیلی خوب، میام اینجا پارامتر متریال براش تعریف میکنم، متریال. خیلی خوب، میذارم توی اینستنس که خواستم سریع تغییرش بدم، اوکی، اوکی، سیو میکنم فایل رو، سیو از، فامیلی، دسکتاپ، اسمش رو میذارم کلاسیک، کلاسیک رون.
اوتلوت بکاپ یک اوکی میکنم. اوکی لود میکنم توی پروژه، پروژه یک. اوکی میگم تو نمای 3D دیوار رو انتخاب میکنم، میام قسمت ادیت تایپ، قسمت کرتین پنل. بله کلاسیک بار رو من پیدا کنم. خیلی اینجا من دو تا کلاسیک وال دارم، ببینید به این صورت میتونید دیوار رو بسازید. شما میتونید هر نوع دیواری رو که خودتون بخواید به راحتی ایجاد کنید. خب حالا متریال میخواییم بدیم به دیوار، به این پنل هایی که ایجاد کردیم. من برمیگردم به محیط فامیلی. اوکی ببینید اینجا من متریال رو تعریف کردم. دقت داشته باشید این توی حتما تایپ باشه، حتما توی تایپ باشه. اوکی میکنم. حالا متریالی که تعریف کردم رو نسبت میدم به اینا. ببینید متریال اوکی، اینجا هم به همین صورت. ببینید حالت خاموش میشه، نسبت میدید خاموش میشه. دو قسمت داشتیم که متریال رو نسبت دادیم. یه بار من سیو میکنم، لود میکنم توی پروژه. اوورراید اکستریم ورژن، اسم دیوارمون، دیو پنلی که ایجاد کردیم اینجا سرچ میکنم، اسمش کلاسیک وال بود. نکس رو میزنم، دوباره نکس، کلوز رو میزنم، کلیک راست، تایپ پراپرتیز. خیلی خب اینجا متریالمون اینجا وجود داره. حالا میام انتخاب میکنم، اینجا متریال رو بهش میدم. خیلی خب حالا این متریال رو فرق نمی کنم، یه متریالی بهش میدم. اوکی حالا بعد از خواستی خودتون میتونید متریال رو تغییر بدید. اپلای میزنم و اوکی. ببینید به این صورت میتونید دیوار رو ایجاد کنید و بهش متریال بدید. حالا من میام نمای لول یک. فقط دقت داشته باشید چون شکلمون مربع شکل هست، دیوارتون باید طول و عرضش یکی باشه وگرنه به مشکل میخورید. ببینید کیت سیمیلا رو انتخاب میکنم، طولش رو قرار میدم 3000، ارتفاع که 3000 هست. یه بار اینتر میکنم، میام توی نمای تیری. ببینید به این صورت میتونید دیوار رو ایجاد کنید.